طی یک دهه گذشته تغییرات آب و هوایی در پی آن خشکسالی در جنوب و مرکز عراق بسیاری از کشاورزان و دامداران این کشور را از روستاها به حاشیه شهرها کشانده است. بسیار از روستاییان حالا برای امرار معاش به مشاقلی مانند حمل کالا در بازار یا کارگری ساختمانی روی آوردند. مشاقلی که نه تنها سلامت آنها را تحت تأثیر قرار داده، بلکه آنها را روز به روز فقیرتر نیز کرده است. بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه، برخی از کارگران در این مناطق روزانه نزدیک به 4 دلار درآمد دارند، آن هم در حالی که بیشترشان نیز خانواده های پر جمعیتی دارند. فقر در حالی بر زندگی مردم عراق سایه افکنده که این کشور یکی از مهمترین صادرکنندگان نفت در جهان است. مقامات این کشور علاوه بر خشکسالی، سدهای بالادستی که توسط همسایگانش یعنی ایران و ترکیه ساخته شدند را مقصر کاهش سطح آب رودخانه های دجله و فرات می داند. پیشتر سازمان بین المللی مهاجرت در گزارشی گفته بود تا اواسط سپتامبر سال جاری 21,798 خانواده به دلیل خشکسالی‌ها در 12 استان در مرکز و جنوب عراق آواره شدند. طبق گزارش این سازمان، تنها 74% از پناهندگان اقلیمی در مناطق شهری اسکان یافتند. این خبر در حالی منتشر شده که ایران نیز با مسئله مشابهی با افغانستان مواجه است و عدم نظامن بودن حقابه هیرمند موجب تنگنای زیست محیطی در سیستان و بلوچستان شده است. برای بررسی بیشتر جزئیات این خبر همراه میشیم با حسام جنابی، فعال اجتماعی از شهر مقدس کربلا که به ما پیوسته. سلام، وقتتون بخیر. آقای جنابی، به عنوان یک فعال اجتماعی اهل عراق به صورت خیلی کوتاه بفرمایید وضعیت خشکسالی چه مشکلاتی را برای مردم عراق پدید آورده است؟ سلام و عرض ادب خدمت شما و بینندگان عزیز. به صورت خیلی مختصر میتونم بگم که این موضوع برای عراق، مخصوصا برای شهرهای رئیسی عراق مثل کربلا که حرکت توریستی و زائرین خیلی بالایی داره و نجف، اکثر شهرهایی که اصل کارشون کشاورزی، به این دلیل این خشکسالی مجبور شدن که شهرهاشون و گونه‌هاشون رو ول کنن و متوجه به کربلا و نجف شدن بابت زندگی و کسب کار. بله، به نظر شما چرا علی‌رغم اینکه عراق یکی از مهمترین صادرکنندگان نفت در دنیاست، نتوانسته مانند سایر کشورهای نفتخیز وضعیت معیشت مردم خود را بهبود ببخشد؟ عراق، همینطوری که شما میدونید، بینندگان عزیزتون میدونن، عراق یک منطقه‌ای که خیلی حساسه. البته اینم دلیل اصلی این برنامه نیست. دلیل اصلی این برنامه، اگر متوجه شدید، همه دنیا متوجه شدن که برنامه داعش یک برنامه خیلی برنامه ریزی زیادی از آمریکا و کشورهای بزرگ دنیا، و این برنامه خیلی راحت عراق تونستن از این موضوع خارج بشن. عراق چون یک دولت شیعه است و این موضوع خیلی حساسه، مخصوصا برای عربستان و کشورهای محیط اون. به این دلیل عراق اگر بتونه رو پاش وایسه، یک مشکل خیلی جدی توی منطقه ایجاد میکنه. به این دلیل هر چقدر که میتونن هم کشورهای عربی و کشورهای پنج به اضافه یکی که کل دنیا رو دست گرفتن،
سعی میکنن که عراق رو پاش وای نست. و میدونید که عراق نفت عراق به اوپک صادر میشه. اوپک هم پول این نفت رو میده به آمریکا. آمریکا هم مثل صدقه مانندی به عراق میده. و خیلی هم خیلی به زور دولت عراق داره از آمریکا پول نفت خودش رو داره میگیره. بله جناب آقای جنابی، بر اساس ادعاهای مقام دولتی عراق، سدهای ساخته شده توسط ایران و ترکیه از جمله عوامل خشکسالی در عراق هستند. در ایران هم اختلاف مشابهی با افغانستان و عدم نظام من بودن حقابه هیرمند موجب تنگنای زیست محیطی در سیستان و بلوچستان شده. به نظر شما چگونه میتوان در موارد مشترک مالکیت بین آبها مشکلات را حل کرد؟ ببینید مصادر آب عراق یعنی هم ترکیه است و هم واقعیت داره، ثابت نیست. ما آب عراق 75% از ترکیه صادر میشه، 25% از ایران، 5% از خود عراق. الان ما این 95% آب ما از دست دادیم، یعنی آب نداریم کلن. حالا حل این مشکل دست خود دولت عراق هست. خیلی راحت میتونه قطع رابطه اقتصادی با ترکیه و ایران این کار انجام بده، آب خودش خود به خود باز میشه. چون کلن خودتونم اطلاع دارید این ترکیه منابعی نداره، اکثر منابعش اقتصادیه، اکثر منابعش تجاریه. تجارت عراق الان بازار عراق بالای 80% بازار عراق ترکیه است. یعنی دولت عراق این مبادله اقتصادی با ترکیه رو ببنده، این حل میشه خیلی راحت. اما آیا میتونه این کارو بکنه؟ خیر نمیتونه. چرا؟ چون آمریکا اجازه نمیده. الان بزرگترین محط برای آمریکا ترکیه است. الان ترکیه دست راست آمریکا در خاورمیانه حساب میشه. یعنی اگر ما این کارو بکنیم اصلا نمیشه کرد، نمیشه. الان شما چند روز پیش آمریکا 8 شعبی رو زد، آیا عراق تونست کاری بکنه؟ تو خاک خودش، از خاک خودش به خاک خودش زد، نمیتونه. دولت عراق هنوز به یک بچه نوزادی که نتونسته هنوز رو پای خودش وایسته. بله ممنونم از شما حسام جنابی، فعال اجتماعی از شهر مقدس کربلا.